اقبال دیپلماتیک در مورد جنگ غزه امروز چهارشنبه در پایان جلسه وزرای خارجه گروه 7 در توکیو آنها در بیانیه مشترک پایانی خود حمایت خود را از توقف‌های بشردوستانه در جنگ غزه برای حمایت از ارسال کمک جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان ها اعلام کردند این بیانیه از همه طرف ها خواسته که امکان دسترسی برای کارکنان بشر دوستانه و ارسال کمک بدون مانع به غیر نظامیان از جمله غذا آب مراقبت های پزشکی سوخت و سرپناه را مهیا کنند. وزرای گروه هفت حمایت خود را از اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین المللی اعلام کردند. آنها همچنین ضمن محکوم کردن حماس خواهان آزادی فوری همه گروگان ها شدند. گروه هفت همچنین از جمهوری اسلامی خواست که از حمایت از حماس خودداری کند هفت کشور عضو در این بیانیه همچنین خواستار اقدام برای کاهش بحران انسانی در غزه شدند جایی که بر اساس آمار مقامات بهداشت فلسطینی در رام الله که از منابعی در حماس به دست آمده بیش از ده هزار نفر از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند اما مهمترین بخش بیانیه که میتواند اهمیت دیپلماتیک پیدا کند این است که کشورهای گروه هفت متحد به همکاری با شرکای خود برای تهیه راه حل‌های های بلند مدت پایدار برای غزه و بازگشت به روند صلح گسترده تر هستند که میتواند به راه حل دو, دو کشور منجر شود آمریکا در دولت ترامپ اعتقادی به راه حل دو کشور نداشت. این در حالی است که اسرائیل میگوید هدف از حمله هوایی و زمینی به غزه نابودی کامل حماس است و ممکن است بعد از نابودی حماس در غزه بماند. آمریکا با مخالفت آمریکا روبرو شده است. اما در تحولی دیگر اختلافات وزارت خارجه آمریکا بر سر مسئله فلسطین آشکار شده است به گزارش رسانه های آمریکایی کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا انتقاد شدیدی از نحوه مدیریت جنگ اسرائیل و حماس از سوی دولت بایدن ارائه داده و استدلال کردند که در کنار موارد دیگر آمریکا باید مایل به انتقاد علنی از اسرائیلی ها باشد این امر حاکی از کاهش روزافزون اعتماد دیپلمات های آمریکایی به روی کرده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال بحران خاور میانه است بر اساس این گزارش و گفتگو با چندین کارمند وزارت خارجه این امر نشان دهنده احساسات بسیاری از دیپلمات های آمریکایی به ویژه در رده های متوسط و پایین است اگر چنین اختلافات داخلی تشدید شود میتواند سیاستگذاری دولت بایدن در قبال منطقه را دشوارتر کند این سند دو درخواست کلیدی دارد اینکه ایالات متحده از آتش حمایت کند و پیامهای خصوصی و عمومی خود را نسبت به اسرائیل متعادل کند و از جمله انتقاد از تاکتیک های نظامی اسرائیل و رفتار با فلسطینی ها که ایالات متحده عموما ترجیح می دهد خصوصی بماند در این سند آمده است که شکاف بین پیامهای خصوصی و عمومی آمریکا به برداشت عمومی منطقه‌ای کمک می‌کند که ایالات متحده بازیگری مقرض و ناسادق است که در بهترین حالت منافع ایالات متحده در سراسر سر جهان را به پیش نمیبرد و در بدترین حالت به منافع آمریکا در تمام نقاط جهان آسیب میرساند در این پیام همچنین گفته شده ما باید علنا از نقض ناهنجاری های بین المللی از سوی اسرائیل مانند عدم محدود کردن عملیات تهاجمی به اهداف نظامی مشروع انتقاد کنیم. این دیپلماتها ها معتقدند زمانی که اسرائیل از خشونت شهرک نشینان و تصرف غیرقانونی زمین ها حمایت می کند یا از زور بیش از حد علیه فلسطینی ها استفاده می کند ما باید علنا اعلام کنیم که این برخلاف ارزش های آمریکایی ماست تا اسرائیل بدون مجازات دست به عمل نزند اما در تحول دیگر و به گزارش کانال تلویزیونی سی اس پن ایلهان عمر نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در حمایت از رشید طیب نماینده دیگر این حزب که فلسطینی تبار است به شدت به درویی جمهوری خواهان تاخت که برخی از نمایندگانشان از نابودی کل فلسطین دفاع می کنند به در سخنانی در مجلس نمایندگان گفت این یک دروی خیره کننده است وقتی شما جمهوری در آن جناه کنگره دارید که لاش می‌کنند. تا تعاریف جدیدی از خودشان ارائه دهند و بگویند که رشید طیب می که مردم را در اسرائیل محو و نابود کند و در همین حال وقتی مکس میلر نماینده جمهوریخواه اوهایو خودش می و در تلویزیون میگوید که ما می خواهیم را یک سره تبدیل به پارکینگ بکنیم و فلسطینی ها را محو و نابود بکنیم هیچ کسی از آن جناه کنگره محکومش نمی کند. چیزی که الان حقیقت دارد این است که هر کدام از این جمهوری خواه ها اعتراف نمی کنند که ده ها هزار فلسطینی دارند می میرند و باز تکرار می کنند که این ما جناه ترقی خواه هستیم که درباره انسانیت به چیزی اعتراف نمی کنیم. رشیده در کنار جنبش فلسطینی ها که آزادی خواهی را ادامه می دهند خیلی قوی و محکم ایستاده تا جایی که هر فلسطینی این حق را داشته باشد که در آزادی زندگی کند. محمد جواد ظریف وزیر سابق خارجه جمهوری اسلامی که اکنون در دانشگاه تهران به تدریس می پردازد روز سه شنبه در نشست مسئله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات اخیر گفت اگر تندروها پای ایران را به وسط معرکه جنگ بکشانند برای هیچ کدام از مقامهای حاکمیتی اتفاقی رخ نخواهد داد بمب فقط بر سر مردم ایران فرود می آید. وی افزود تا حالا مگر تحریم ها به چه کسانی ضرر زده است به کسانی که روزی چند میلیون دلار درآمد دارند یا به مردم بیچاره ظریف در عین حال در ادامه سخنانش گفت گرچه جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی از مستضعفین دفاع می کند اما به این معنی نیست که قرار است جمهوری اسلامی به جای مستضعفین هم بجنگد وی گفت در موضوع سیاست خارجی بحث نفوذ و حضور دو بحث مجزا هستند ظریف تصریح کرد دفاع از حق به معنای لشکرکشی نیست و گفت در حال حاضر بهترین دفاع از حق ملت فلسطین این است که ایران اجازه ندهد اسرائیل مردم فلسطین را نیروی نیابتی بنامد وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی با بیان این موضوع که مردم ایران از پرداخت هزینه خسته شدهاند گفت نیازی هم نیست که ایران هزینه بپردازد وی افزود میتوان از حق دفاع کرد اما هزینه نداد ظریف این اظهارات را در حالی بیان می کند که پیش از این گفته بود که خود مردم انتخاب کردند که هزینه حضور در میدان را بپردازند. اظهارات ظریف در این خصوص که خود مردم حضور جمهوری اسلامی در میدان را انتخاب کردند موجب بیزاری بسیاری از حامیان پیشین او شد و انتقادات و خشم زیادی را علیه او برانگیخت. حالا ظریف پس از سالها دفاع از این موضوع که مردم خودشان حضور در میدان را انتخاب کردند از موضع پیشین خود کوتاه آمده و برعکس موضع گیری قبلی خود اعلام می کند که مردم از پرداخت هزینه خسته شدند ظریف همچنین گفت روسیه بیش از هر دولت دیگری از جنگ غزه سود برده است ظریف در عین حال سعی کرد که بخشی از نظرات نهادهای حکومتی را نیز توجیه کند وی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی شهرک نشینان اسرائیلی را اشغالگر نامید و گفت نمیتوان کسانی را که کارشان کشتن فلسطینی هاست و مسلح هستند به این دلیل که کود نظامی ندارند و لباس نظامی نمی پوشند غیر نظامی دانست. ظریف ضمن اینکه کودکان و افراد موسن را غیر نظامی دانست در این حال شهرک نشینی را یک اتفاق غیرقانونی دانست و آن را ابزار اشغال خواند و گفت اگر عراقی ها در شهرهای ایران که اشغال کرده بودند افرادی را ساکن می کردند نباید حقوق آنها رعایت می شد افزود یک دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی تنها وظیفه دارد و حقی ندارد ظریف تصریح کرد این دولت نه حق برقراری نظم دارد نه زندانی کردن و نه اعدام به گفت این دولت اشغالی هر چه می کند باطل است ظریف با این حال با اشاره به اینکه وی از کشتن بچه دفاع نمی کند اظهار داشت این موزگیری از جنبه حقوقی مسئله فلسطین است این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه سخنانش گفت این بحث ها از جنبه سیاسی نیست بلکه از جنبه حقوقی بیان می شود به گفت اگر قرار است به اسرائیلی های دستگیر شده گروگان گفته شود باید چندین هزار فلسطینی در بند اسرائیل را هم گروگان نامید این اظهارات اولین بار است که از زبان یکی از دیپلومات های برجسته ایرانی بیان می شود که با سراحت ساکنان عادی اسرائیل را که بسیاری از آنها ناخواسته در اسرائیل متولد شده و بزرگ شدن نظامی می نامد و غیر نظامی بودن آنها را انکار می کند. وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش ضمن بیان این موضوع که اسرائیل را شکست خورده میداند اظهار داشت دلیل شکست خورده دانستن اسرائیل این است که افسانه شکست ناپذیری و افسانه مظلومیت اسرائیل از بین رفته است و به خیابان آمدن جمعیت عظیم مردم در پاریس و نیویورک در محکومیت اسرائیل را نشانه شکست خوردن اسرائیل دانست گرچه مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر زیاد روی مسئله که به خیابان آمدن مردم در محکومیت اسرائیل مانوف دادند اما واقعیت این است که سالها سین اعتراض و محکومیت اقدام اسرائیل در کشتار مردم فلسطین وجود دارد و رفتی به شکست خوردن اسرائیل ندارد در وقایع اخیر هم هرچند تعداد زیادی از مردم در شهرهای مختلف جهان به خیابان آمدند ولی تا این امر در سیاستهای دولتهای غربی به ویژه آمریکا باستا پیدا نکند راه به جایی نخواهد برد و اینکه حضور در خیابان را به شکست و پیروزی در سیاست خارجی بدانیم معیار کاملا غلطی می باشد ظریف در ادامه سخنانش گفت جمهوری اسلامی باید منطق اسرائیل را که شکست ناپذیری و مظلومیت است نابود کند ظریف همچنین با بیان اینکه رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه برای طرفین متخاسم ضروری است در این حال تاکید کرد تعریف از شهروند غیر نظامی باید مشخص باشد به افزود صحبت وزیر دفاع اسرائیل نشان می دهد که هدف نسل کشی است و البته مشخص نکرد که چگونه می توان منطق اسرائیل را به شکست کشانید به دنبال سوء مدیریت گسترده در دولت رئیسی و آشکار شدن نشانه های ورشکستگی صندوق بازنشستگی اکنون سولت مرتزوی وزیر کار، رفاه و تعاون قصد دارد با دولتی کردن صندوق بازنشستگی نفت که منابع مالی فراوانی دارد را زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار دهد. اقدامی که با مخالفت وزیر نفت و اعتراض گسترده کارکنان صنعت نفت همراه بوده است وزیر نفت در نامه‌ای به رئیسی خواستار خروج اصلاح اساسنامه از دستور کار شورای عالی رفاه به دلیل عدم شمول قانون ساختار نظام جامعه رفاه شد مرتضوی ابتدا تصمیم گرفت اساسنامه ی این صندوق را تغییر دهد و دو وزیر اقتصاد و رفاه را به هیئت امنای این صندوق اضافه کند آن زمان کارمندان صنعت خواستار ابطال اساسنامه شدند چرا که به گفته آنها صندوق بازنشستگی نفت بخش خصوصی است که حضور وزرای اقتصاد و رفاه در هیئت امنای آن هیچ توجیه منطقی ندارد وزیر نفت گفته است که به دلیل غیر دولتی بودن این صندوق شامل قانونی که صولت مرتزوی به آن استناد می کند نمی شود. اکنون دو وزیر منتظر تصمیم رئیسی هستند بیش از سه ربع قرن از تأسیس صندوق بازنشستگی نفت میگذرد در این چند دهه شرکت ملی نفت به رسم امانت مدیریت این صندوق را بر عهده داشته است اما این مسئله هیچگاه به معنای اختصاص بودجه یا کمک و حمایتی از سوی دولت نبوده است صندوق بازنشستگی نفت بیش از 75 سال است که خصوصی بوده و اعضای آن نیز همواره بر خصوصی بودن آن تاکید کردند اما اکنون مشخص است دولت رئیسی که به مرزهای ورشکستگی وارد شده به دنبال دستاندازی به هر امکانی برای پوشش دادن سوء مدیریت حکومت در وزارتخانه مطبوعش است جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی به طور غیر مترقبه رسما وزارت ارتباطات را متهم کرد که هدفشان از فیلتر اینترنت فروش فیلتر شکن و سودجویی مالی است. به گفت گردش مالی فیلتر شکن ها دست کسانی است که فیلتر می کنند. به گفت مردم فضای مجازی را دارند فقط به سختی ولی من سریع حرز می کنم نویسنده برنامه فیلترینگ هایی هستند که نویسندگان برنامه VPN هستند به گفت کسی که نقشه فیلترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما فیلتر شکن می فروشد یا با دوسه واسطه وی پی می فروشد به گفت من به وزارت ارتباطات رفتم و مشخص است گردش مالی وی پی ها دست کسانی است که فیلتر می کنند. به گفت وزارت ارتباطات مدعی است که وی پی فروش ها خارج کشور هستند در حالی که این دروغ است بلکه آنها داخل کشور هستند قبلا هم مقامات سیاسی این حرف را زده بودند ولی این نخستین بار است که در تلویزیون جمهوری اسلامی چنین مطلبی مطرح می شود علاوه بر این وی روحانی است و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. بیزنس فروش فیلتر شکن میلیاردها تومان ارزش دارد که مقامات، نهادها و حکومت خود در آن شریک هستند و لذا قصدی برای رفع فیلتر ندارند و این امر نشان دهنده سیاست سودجویی حکومت در همه زمینه هاست. شبکه خبری سی نیوز در گزارشی میگوید نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی با افزایش حملات و تهدیدات خود تلاش دارند علاوه بر تهدید امریکا و اسرائیل جبهه جنگ را گسترش دهند این شبکه خبری میگوید موشک های پرتاب شده از سمت لبنان روز دوشنبه بیش از هر زمان دیگری از زمان جنگ 2006 به این سو گزارش شده است زیرا فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله تهدید کرده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه موشک بیشتری را به سمت خاک اسرائیل پرتاب خواهند کرد. نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری ان بی سی نیوز میگوید که گروه های شبه نظامی تحت حمایت رژیم ایران در سراسر خاورمیانه مجموعی از حملات بی سابقه را علیه اهداف امریکا انجام دادند. او گفته است که حزب الله برای کاهش فشار بر غزه تلاش می کند او اسرائیل را به عنوان متجاوز معرفی کرده و میگوید که افزایش این حملات پیام روشنی دارد و آن اینکه اگر این جنگ را گسترش دهید عواقب جدی در پی خواهد داشت ام بی سی نیوز می نویسد در مجموع لفاظی های حزب الله و حملات گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی نشان می دهد که محور مقاومت هماهنگ عمل می کند تا فشار بر امریکا و اسرائیل را افزایش دهد نعیم قاسم می گوید چگونه امریکا و بقیه جهان حق دارند که در کنار اسرائیل که غیر نظامیان و کودکان را می‌کشد و خانه را ویران می کنند بیستند در حالی که ما حق حمایت از مردم فلسطین را نداریم آن سوتر شنکر یکی از همکاران مؤسسه واشنگتن و رئیس سابق امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه امریکا به ان بی سی نیوز گفته است که به وضوح میان این گروه هماهنگی وجود دارد آنها سطح تهدیدهای خود را بالا بردهند. این فقط اسرائیل نیست که با جبهه دومی روبروست ام بی سی نیوز میگوید گروه های تحت حمایت رژیم ایران در یمن هم روز دوشنبه اعلام کردند که مجموعه از پهپادها را به سمت اسرائیل به پرواز درآوردند در همین حال به گفته سه مقام دفاعی ایالات متحده در آخر هفته و روز سهشنبه حداقل ده حمله دیگر علیه پایگاه های امریکایی در عراق و سوریه صورت گرفته است این حملات پس از آن صورت میگیرد که حسن نصرالله رهبر حزب الله سخنرانی را در مورد جنگ حماس با اسرائیل عنوان کرد نعیم قاسم این عضو حزب الله لبنان هم در مصاحبه خود با ان بی سی نیوز میگوید که موضع حزب الله در درجه اول بازدارنده است و تلاش دارد که حملات برونمرزی مرزی را مهار کند اما همچنان برای بیرون راندن نیروهای اسرائیلی از غزه هم تلاش خواهد کرد.